سرخط خبرها. 259 قربانی کرونا، 12,000 نفر مبتلا. آمریکا و استرالیا ورود چینی ها را ممنوع کردند. دفاع سخنگوی شورای نگهبان از غربالگری نامزدها کرد. خدایی میگوید وظیفه شورا نظارت است، نه برگزاری انتخابات پرشور. جدایی در میان غم و شادی بعد از حدود نیم قرن منافع مشترک. بریتانیا رسما از اتحادیه اروپا جدا شد. تحقق مهمترین وعده انتخاباتی بوریس جانسون، ولی فریاد استقلال خواهی در اسکاتلند دوباره بالا گرفته. و با رأی منفی جمهوری خواهان به احضار شهود، خطر استیضاح از بیخ گوش ترامپ گذشت. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. مقام‌های چین میگویند ویروس کرونا تا کنون جان حدود 260 نفر را گرفته و دست کم 12,000 نفر به آن مبتلا شدند. آمریکا و استرالیا ورود مسافران چینی را ممنوع کردند و شماری از کشورها مرزهای خود را با چین بستند. سازمان بهداشت جهانی میگوید این کار مقابله با ویروس را دشوارتر می‌کند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. همزمان با شیوع سریع ویروس کرونا، اطلاعات نادرست هم به سرعت پخش می شود. برداشت های اشتباه باعث واکنش های غیر منطقی می شود، مثل رفتارهای نژاد پرستانه با چینی تبارها در فرانسه. سوار مترو شدم برم سر کار. وقتی نشستم کسی که کنارم بود جاش رو عوض کرد و بعدش صورتش رو با شال گردنش پوشوند. زبونم بند اومده بود. هیچی نگفتم چون نمیخواستم مشکلی پیش بیاد. کشورها یکی پس از دیگری پروازها از چین را محدود می کنند، از جمله امریکا. واشنگتن وضعیت اضطراری بهداشت عمومی اعلام کرده با چراغ قرمزی برای ورود مسافران چینی. شاهد کاهش چشمگیر میزان سفر از امریکا به چین و برعکس از چین به امریکا بودیم. امریکا ورود اتباع خارجی را که در دو هفته اخیر به چین سفر کردند ممنوع کرده. امریکایی هایی که از استان هوبی در چین میآیند هم دو هفته قرنطینه می شوند. این اقدام امریکا واکنش تند چین را در پی داشته. تا کنون 7 مورد ابتلا به ویروس کرونا در امریکا گزارش شده. نزدیک به 200 نفر هم مشکوک به ابتلا هستند. استرالیا هم محدودیت های مشابه امریکا برای ورود چینی ها و مسافران چین گذاشته. مغولستان هم مرز خود را با چین بسته. سنگاپور، ایتالیا و ویتنام دیگر مواردی هستند که برای مسافران از چین محدودیت گذاشتند. سخنگوی سازمان بهداشت جهانی اما هشدار می‌دهد این کارها فایده که ندارد هیچ، باعث تسریع در شیوع ویروس هم می‌شود. ممکن است به نظر بیاد که محدودیت واکنشی منطقی است. اینطور به نظر میاد که خطری ما رو تهدید میکنه، پس بهتره که خودمون رو زندانی کنیم تا در امان بمونیم. اما واقعیت اینه که در گذشته و در موارد مشابه مثل ابولا، وقتی افراد تصمیم میگرفتن که سفر کنند، به هر ترتیب این کار رو انجام میدادن. اگر راه‌ها و مرزهای رسمی باز نباشه، افراد از راه‌های غیرقانونی سفر میکنن. این یعنی اونها رو از کنترل خارج میکنه. رئیس اداره مراقبت بیماری‌های وایرال در ایران هم قرار است پروازها بین ایران و چین متوقف شوند. هنوز مسئولان ایرانی موردی از ابتلا به ویروس کرونا اعلام نکردند. هیچ کشوری در دنیا نیست که بتوانه کاری بکنه که اصلا ویروس واردش نشه. شما الان می‌بینید که کشورهای پیشرفته دنیا هم موارد ابتلای به این بیماری رو گزارش کردن. احتمالا ظرف روزها و هفته های آینده ما هم مواردی از ابتلای به این بیماری داشته باشیم. این نمودار ویروس کرونا را با دیگر ویروس های مشابه مقایسه می کند. هرچه در نمودار بالاتر می رویم ویروس کشنده تر می شود. هرچه به سمت راست حرکت می کنیم ویروس سریع تر منتقل می شود. اینها دیگر ویروس ها از خانواده کرونا هستند. مرس و سارس. ابولا کشنده تر از این دو بود، اما سرعت شیوعش کم بود.
ویروس آبل مرغون دیگر ویروس از این خانواده است که در مقایسه خیلی سریع منتقل می شود اما تقریبا اصلا کشنده نیست. دانشمندان بر این باورند که ویروس کرونا ووهان در این جای نمودار قرار دارد و میزان کشنده بودنش از مرس و سارس و ابولا کمتر است. دانش ما درباره ویروس کرونا که از ووهان چین آمده هنوز محدود است. شاید ماه‌ها طول بکشد که تکمیل شود. شیدا هوشمندی، بی بی سی. سیامک محیط‌زاده همکارم اینجا در استودیو با ماست. واکنش کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع بررسی کردی، بیشتر به اون بگو سیامک. ناجی، خیلی بعضی از کاربرای توییتر منتظرن که صبح جمعه بشه شاید آمار دقیقی از این بیماری در ایران منتشر بشه، که اشاره دارن به گذشته نه چندان دور که آقای روحانی گفتن منم صبح جمعه فهمیدم که بنزین گرون شده. در واقع دارن با این صحبتاشون شروع میکنن و حدس و گمانهای زیادی میزنن. بیشترین چیزی که الان تو شبکه‌های اجتماعی وجود داره و حاکمه جو عدم اعتماد به اطلاع رسانی مقام‌های دولتی ایران هست و تا اونجایی پیش میرن که خیلی بعضی از کاربرای توییتر میگن که بهتره که خودمون اون نکاتی رو که باید رعایت بکنیم رعایت بکنیم. هیچ امیدی به مسئولان ایرانی وجود نداره با توجه به پیشینه‌ای که ازشون داریم و عدم اطلاع رسانی دقیق و آگاه کردن مردم. بهترین راه اینه که خودمون نکات رو رعایت بکنیم و دارن اشاره میکنن به لغو نشدن پروازها به چین هنوز که قرار بوده لغو بشه و ظاهرا هنوز باز هست و این پروازها در جریانه. اشاره میکنن بازار اینو مقایسه میکنن با زمانی که شب حمله ایران موشک ایران به پایگاه عین الاسد در عراق که پروازها رو کنسل نکرده بودن، پروازها کنسل نشد و هواپیمای اوکراینی مورد هدف موشک قرار گرفت. اینها مقایسه هایی که داره انجام میشه و در واقع اون جو بی‌اعتمادی از آگاهی رسانی داره همینجور ادامه پیدا میکنه. تا حد زیادی میان اینو مقایسه میکنن، میگن حتی اگر اتفاقی بیفته و حتی اگر که مبتلایان به این ویروس در ایران زیاد بشن و حتی اگر کشته هایی هم داشته باشه، خود احیانا با توجه به اینکه در قبل گذشته مقام ایران هیچ آمار دقیقی ندادن، مثلا در مورد کشته شدگان آبان 98، باز هم هیچ امیدی نیست که آمار دقیقی به دستمون برسه. یعنی از هر دلیلی استفاده میشه در واقع برای اینکه این نگرانی خودشونو به عدم اطلاع رسانی نشون بدن. موارد دیگه‌ای که وجود داره اینه که خیلی انتقاد میکنن به بعضی از شهروندان که در مقابل رعایت نکات بهداشتی مقاومت میکنن. مثلا اگر میبینن که تعدادی ماسک دارن به صورتشون و دارن این نکات رو رعایت میکنن، در واقع مورد انتقاد بعضی دیگه قرار گرفتن که هنوز که خبری نیست، هنوز که اتفاقی نیفتاده و ویروس وارد ایران نشده، شما برای چی دارین این کارا رو میکنین و جواب بد میکنین، در حالی که خب تعدادی میگن که لازم از همین الان پیشگیری انجام بشه. یه چیز دیگه که وجود داره در واقع تعدادی بازار تا این حد پیش میرن که مقایسه میکنن، میگن که این ویروس با این شرایط که اینقدر خطرناک هست، کشورهای خیلی زیادی رو مبتلا کرده، آمار تلفاتش با آمار تلفاتی که ما در دو ماه گذشته سه ماه گذشته در ایران داشتیم مثلا قابل مقایسه نیست. دلایل مختلفی رو، یعنی به دلایل مختلف مردم نگرانی های خودشون رو دارن مطرح میکنن. بیشترین نگرانی فقط از عدم اطلاع رسانی دقیق هست که مقام های ایرانی، مردم ایران نگرانن مقام های ایران اطلاعات دقیق به مردم ندن و مردم آگاه نکنن از حقایقی که در واقع تو ایران حاکم هست در واقع با این ویروس. سیامک محیط‌زاده، متشکرم. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ایران میگوید وظیفه این شورا نظارت بر اجرای سالم انتخابات است، نه برگزاری پرشور انتخابات. آقای کدخدایی گفته این مسئله که قرار است بعضی نامزدهای اصولگرای رد صلاحیت شده در نزدیکی انتخابات تایید صلاحیت شوند درست نیست. آقای کدخدایی از رسانه ها خواسته تا رابطه شورای نگهبان و دولت را بیش از این تخریب نکنند. در خبر دیگر، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از احضار پروانه سلحشوری نماینده مجلس ایران به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داده. این خبرگزاری نوشته گویا به اتهام تبلیغ علیه نظام تشویش ذهن مردم به دادسرا احضار شده. بعضی منابع میگویند که او بازداشت شده است، اما خبرگزاری ایلنا به نقل از یک منبع آگاه خبر دستگیری خانم سلحشوری را تکذیب کرده. در این مورد صحبتی خواهیم داشت، اما اجازه بدید به بخشی از صحبت‌های آقای کدخدایی گوش کنیم. نزدیک 20% در واقع رد رو داریم که البته در این مرحله هم طبیعتاً اونها
بررسی خواهند شد و افزایش پیدا خواهند کرد. ما از مرحله قبل که خدمت دوستان عرض کردم مرحله هیئت مرکزی بود تا که این در واقع مرحله هیئت مرکزی تا الان که در مرحله شورای نگهبان اول بودیم نزدیک 2000 نفر اضافه شد به تاییدهای شورای نگهبان که خب یک روالی است، روال قانونی همیشه داریم و خواهش ما اینه که همچنان دوستان و صاحب نظر سیاسی هم منتظر بمانند، خیلی عجله نکنند در اظهار نظرها. همکارم حنیف مزروی که اخبار مربوط به انتخابات مجلس رو پیگیری کرده اینجا در استودیو با ما. سپتاد در مورد خبر احضار پروانه صلاح‌الدینی نماینده مجلس به دادسرای فرهنگ و رسانه به اون بگو به چه علت؟ خبری که حالا امروز منتشر شد این بودش که صبح امروز خانم صلاح‌الدینی از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده. خبرگزاری ایسنا دلیل این احضار رو نوشته که انتشار برخی توییت‌ها و مصاحبه‌های خانم صلاح‌الدینی بوده و اتهامی که حالا رسانه‌های ایران منتشر کردن این بوده که فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی. خبرگزاری فارس اولین خبرگزاری بود که اومد گفتش که خانم صلاح‌الدینی ممکنه بازداشت بشه و دلیل اون رو هم این بودش، این اعلام کرد که بعد از صدور قرار و تحقیقات انجام شده خانم صلاح‌الدینی تمکین نکرده به قراری که قاضی براش گذاشته و از تودیع وثیقه خودداری کرده. همونطور که میدونید خانم صلاح‌الدینی برای انتخابات مجلس 11 ثبت نام نکرده و خب یکی از نطق‌هایی که ایشون بعد از انتخابات داشتیم در این خصوص داشت این بودش که ایشون میگفتش که بعد از حوادث آبان ماه دیگه دلیل نمیبینه برای اینکه بیاد به مجلس در انتخابات شرکت کنه و به نوعی حضور مجلس در دوره آینده ناکارآمد میدونست. این اتفاقاتی بودش که امروز هولوش پرونده خانم صلاح‌الدینی افتاده و تا اینجا یکی از خبرگزاری‌ها فقط اعلام کرده که ایشون بازداشت نشده و آزاد شده و به خونه رفته. در مورد این صحبت‌های آقای کدخدایی و اینکه گفته اینکه قرار بعضی نامزدهای اصولگرای رد صلاحیت شده نزدیک انتخابات تایید صلاحیت بشن، این موضوع درست نیست الان بیشتر چه میدونید؟ آقای کدخدایی تو مصاحبهشون این مسئله رو رد کرده که حالا بر اساس نگاه سیاسی شورای نگهبان نامزدها رو رد صلاحیت یا تایید صلاحیت میکنه. آماری که امروز دادن گفتن که از نزدیک 4500 نفری که رد شده بودن حدود 50% یعنی 2000 نفر تایید شدن و گفتن که تو مرحله بعدی هم ممکنه که شورای نگهبان یه عده‌ای رو تایید صلاحیت کنه. ولی خب از ایشون سوال پرسیدن که از 80 نماینده فعلی مجلس که رد صلاحیت شدن چند نفر تو این مرحله تایید شدن، که ایشون گفته فقط 7-8 نفر و هیچ اسمی هم تا الان منتشر نشده. از موارد دیگه که آقای کدخدایی امروز تو مصاحبهشون بهش پرداخته بود این بودش که ایشون گفته بودش که نظام انتخاباتی ما قوانین نظام انتخاباتی ما داره اشکالاتیه و هر دو طرف هم ناراضی هستن از این قوانین موجود. یعنی بازم مشخص نکردن که یعنی چی، که خود شورای نگهبان که ناظر و به نوعی الان همکاره انتخابات ایران هست چطور از این قوانین ناراضیه. این یکی از نکات مهمی بودش که ایشون پرداختن. از نکات دیگه ای که حالا تو صحبت ایشون توی رسانه ها زیاد بهش پرداخته شد این بودش که آقای کدخدایی گفتن که وظیفه شورای نگهبان برگزاری انتخابات پرشور نیست. به نوعی این پاسخی هستش به سخنان حسن روحانی که چند روز پیش در دو سخنرانی از مردم از شورای نگهبان انتقاد کرده بود که انتخابات رو با رد صلاحیت و از شور انداخته و حالا آقای کدخدایی در پاسخش به نوعی داره میگه که وظیفه ما برگزاری نظارت بر انتخابات و برگزاری سالم اونه و شور انتخاباتی وظیفه ما نیست. متشکرم از حنیف مزروی اینجا در استودیو. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در پی افزایش شمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در چین، آمریکا و استرالیا ورود چینی‌ها را ممنوع کردند. شورای نگهبان در واکنش به انتقاد از رد صلاحیت‌ها گفته وظیفه این شورا نظارت بر انتخابات است نه برگزاری پرشور آن. در ادامه برنامه رقص شمشیر برای خانواده سلطنتی در هند ثبت جهانی به ارمغان آورد. نیمه شب جمعه به وقت اروپای مرکزی بریتانیا در میان جشن و اعتراض رسماً پس از 47 سال اتحادیه اروپا را ترک کرد.
طرفداران برگزیت با سرود خواندن و تکان دادن پرچم این لحظه تاریخی را گرامی داشتند. در بعضی نقاط دیگر از جمله در ادینبورگ مرکز اسکاتلند مخالفان خروج به این اتفاق اعتراض کردند. حزب ملی اسکاتلند SNP خواهان برگزاری کمپرسی دوم برای استقلال اسکاتلند شده، چرا که معتقد است اسکاتلند برخلاف میلش در کنار بقیه بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک کرده. بهرنگ تاشدین گزارش می‌دهد. این آخرین شمارش معکوس است. به این ترتیب ساعت 11 شب 31 ژانویه 2020 به وقت لندن، بریتانیا پس از نیم قرن با هم بودن از اتحادیه اروپا جدا شد. طرفداران برگزیت در گوشه و کنار کشور این لحظه را جشن گرفتند. صدها نفر از آنها روبروی پارلمان بریتانیا جمع شده بودند تا با این مرد، نایجل فراج، رهبر حزب برگزیت، به استقبال این موعد تاریخی بروند. جنگ تموم شد. ما برنده شدیم. و ما حالا نخست وزیر کاریزماتیکی به نام بروس جانسون رو داریم که همه حرفای درست رو میزنه. باورم نمیشه ما این همه مدت اروپا رو تحمل کردیم. اون همه توهینی که به ما، به نخست وزیرمون، به کشورمون و به ملکمون کردن. حالا از دستشون خلاص شدیم. تموم شد. این انگلیسه. ما کشورمون رو پس گرفتیم. برای بسیاری از طرفداران برگزیت این شب، شب استقلال بریتانیا بود. در 3 سال و 7 ماه و 8 روز پس از همه پرسی تا این شب، بارها نگران شده بودند که این لحظه ممکن است هیچ وقت نرسد. ولی آن شادی ها تنها نیمی از داستان است. همچنان نیمی از مردم بریتانیا ترجیح می دهند کشورشان در اتحادیه اروپا باقی می ماند. بعضی از آنها با روشن کردن شمع این شب را به سوگواری گذراندند. مخالفان برگزیت همچنین این آهنگ را به پرفروش‌ترین آهنگ هفته در بریتانیا تبدیل کردند. کورال شادی از سمفونی شماره 9 بتوون که آهنگ رسمی اتحادیه اروپا است. شاید اوج اعتراض‌ها و ناراحتی از برگزیت در اسکاتلند بود، جایی که طرفداران حزب ملی اسکاتلند SNP خواهان استقلال از بریتانیا شدند تا دوباره عضو اتحادیه اروپا شوند. واقعیت اینه که تنها راه بازگشت اسکاتلند به اتحادیه اروپا اینه که ما استقلالمون رو دوباره به دست بیاریم. من خیلی ناراحتم به خاطر برگزیت، ولی خوشبین هم هستم که اسکاتلند امکان عضویت دوباره در اتحادیه اروپا رو پیدا کنه و میتونه آینده بهتر از بریتانیای برگزیت زده داشته باشه. در بروکسل پرچم بریتانیا را شبانه با احترام از نهادهای اتحادیه اروپا به پایین آوردند، پرچمی که حالا به موزه این اتحادیه منتقل می‌شود. اتفاق افتادن برگزیت، بوریس جانسون امیدوار است به رای دهندگان ثابت کرده باشد که وعده‌هایش باد هوا نبوده، ولی نخست وزیر بریتانیا حالا با انبوهی از تصمیم‌های سخت و سرنوشت ساز درباره رابطه آینده این کشور با اتحادیه اروپا، با آمریکا، با چین و هند و با بقیه دنیا روبروست. شیشه عمر هیچ سیاستمداری آنقدرها هم نشکن نیست. و بهرنگ تاجدین از مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا در داونینگ استریت لندن با ماست. از واکنش ها در بیرون بریتانیا بهمون به این خبر بگو بهرنگ. شاید یکی از جالبترین واکنش ها نامه ای باشه که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نوشته، و شاید جالبترین تیکش اینجا باشه که میگه که سرنوشت بریتانیا و فرانسه در طول قرنها با وجود یک کانال مانش که این دوتا کشور رو از هم جدا کرده همیشه به هم گره خورده بوده، و حرفش اینه که به هر حال در آینده هم با وجود اینکه بریتانیا دیگه عضو اتحادیه اروپا نیست، دوستی ها ادامه داره، سرنوشت ها هم به هم دیگه، سرنوشت این دوتا کشور هم به هم دیگه گره خورده. نکته جالب دیگه ای که توی نامه ای آقای مکرون میشه دید اینه که به نوعی قبول میکنه که فرانسه خیلی سخت در مذاکرات، یکی از طرف‌های سختی بود که سختگیر بود و بعضی وقتا حتی جلوی
پیشرفتن کار رو میگرفت و میگفت این مسئله خصومت با بریتانیا نیست، مسئله اینه که ما باید از نظر آقای مکرون منافع ملیمون رو حفظ کنیم و به منافع اتحادیه اروپا هم فکر کنیم. در ادامه واکنشی که از اتحادیه اروپا میاد، گی فرهوفشتات که از طرف اتحادیه اروپا از طرف پارلمان اروپا در واقع مسئول هماهنگی امور برگزیت هست، گفته که امیدواره که اتحادیه اروپا در آینده بتونه به یک جایی برسه که بریتانیا بخواد دوباره به این اتحادیه برگرده. اینها واکنش‌های اروپایی است. خارج از اروپا هم شاید مهمترین واکنش مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا بود که به نوعی تبریک گفته و گفته خیلی خوشحال از این که بالاخره برگزیت اتفاق افتاد. در داخل اینجا در اسکاتلندی ها خیلی ناراحتند از این اتفاق، اینکه ممکنه خواهان استقلال باشند یک بار دیگه به همه پرسی بگذارن استقلال رو چقدر جدیه؟ ببین، حزب ملی اسکاتلند یا SNP که تقریبا 14 سال دولت اسکاتلند رو در دست داره و تو انتخابات اخیر هم تونست از 56 کرسی اسکاتلند در پارلمان بریتانیا 48 رو به دست بیاره، همیشه خواهان در واقع استقلال اسکاتلند بوده و دنبال این بوده که یک رفراندوم دیگه برگزار کنه. ولی نکته کلیدی اینه که در نهایت اختیار برگزاری رفراندومی درباره استقلال نه فقط اسکاتلند بلکه هر کدوم از 4 کشور دیگه‌ای که با هم دیگه بریتانیا رو تشکیل میدن، در نهایت دست دولت بریتانیا است، دست پارلمان‌های محلی نیست. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برخلاف رأی اکثر مردم اسکاتلند، میتونید ببینید که احساسات استقلال طلبانه ممکنه در اسکاتلند اوج بگیره و یک بخشی از این حرفایی هم که سران حزب ملی اسکاتلند میزنن برای اینه که به زودی انتخابات پارلمانی اسکاتلند هست و سال آینده میلادی و امیدوارن که تو اون انتخابات بتونن حتی اکثریتشون رو در پارلمان اسکاتلند بیشتر کنن تا از این طریق فشار بیارن به دفتر نخست وزیر بریتانیا تا با یه برگزاری یک همه پرسی دیگه موافقت کنه. البته تا الان چیزی که ما از بوریس جانسون و بقیه مقام های بریتانیا شنیدیم اینه که با توجه به اینکه سال 2014 یک رفراندومی برای استقلال اسکاتلند برگزار شد و استقلال رأی نیاورد، تا اطلاع ثانوی حاضر نیستن که با برگزاری یک همه پرسی دیگه برای استقلال اسکاتلند موافقت کنه. متشکرم از تو بهرنگ تاجدین در مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا. تلفات پرندگان در تالاب میانکاله ادامه دارد. از چهارشنبه وقتی مردم محلی به مسئولان گزارش دادند صدها لاشه پرنده مهاجر در تالاب میانکاله پیدا شده، توجه ها به این پرندگان جلب شد. در تازه ترین اظهار نظر استاندار مازندران گفته عامل انسانی در کشته شدن پرندگان در دست بررسی است و نتایج اولیه نشان می‌دهد پرندگان مسموم شدند. بیش از 20 کولبر در منطقه سرشیب سقز در برف و کولاک گرفتار شدند. بخشدار بخش سرشیب سقز گفته است که مردم منطقه هلال احمر و احتمالاً تیم آفرود سقز در حال هماهنگی برای ورود به منطقه و شروع جستجو برای این افراد هستند. در کرمانشاه یک هواپیمای ایرانیر هنگام فرود از باند خارج شد. این پرواز بعد از نشستن و طی کردن حدود نیمی از مسیر از باند فرودگاه منحرف شد. گزارش شده هیچ مشکلی برای مسافران ایجاد نشده. وزیر راه ایران گفته علت سانحه یخ‌زدگی باند و فرو رفتن یکی از چرخ‌ها در گل بوده. هفته گذشته هم اتفاق مشابهی در ماهشهر افتاده بود که هواپیما از باند فرودگاه خارج شد و در بزرگراهی در اطراف فرودگاه متوقف شد، ولی به کسی آسیب نرسید. به گفته وزیر راه ایران خلبان پرواز ماهشهر معلق شد و این حادثه در حال بررسی است. سنای آمریکا دیشب در یک رأی‌گیری نفسگیر به شهادت شهود در صحن سنا در روند استیضاح رئیس جمهوری آمریکا رأی مخالف داد. دموکرات‌ها بسیار تلاش کردند تا نظر چند سناتور جمهوری‌خواه را جلب کنند، اما در نهایت موفق به تغییری در نتیجه رأی‌گیری نشدند. این شاید راه برای تبرئه دونالد ترامپ را هم بار کند. گزارشی از شبنم شبانی. Are there any senators in the chamber wishing to change his or her vote? If not, the yeas are 49. The nays are 51. شاید نفسگیرترین دقایق برای رئیس جمهوری آمریکا در روند استیضاحش.
سناتورها 51 به 49 رأی دادند که لازم نیست شاهدی برای ادامه بررسی‌ها به صحنه سنا بیاید. نتیجه‌ای که با توجه به اکثریت سنا پیش بینی می‌شد، اما در ساعات پیش از رأی‌گیری احتمال پیوستن شماری از جمهوری‌خواهان به جبهه مخالفان دور از انتظار نبود. از 4 سناتور جمهوری‌خواهی که گفته بودند با آوردن شهود کم و بیش موافقند، سرانجام فقط 2 نفر موافقت کردند. رأی که دیگر چالشی برای برکناری رئیس جمهوری آمریکا باقی نمی‌گذارد. نفس راحتی برای اردوگاه جمهوری‌خواهان و دونالد ترامپ که بعد از این رأی برای گذراندن آخر هفته از کاخ سفید بیرون می‌رود. دموکرات‌ها برای احضار شهود به دادگاه تلاش بسیار کردند. آنها جمهوری‌خواهان را متهم می‌کنند که با جلوگیری از شهادت افراد در روند استیزا تلاش دارند بر کرده‌های رئیس جمهوری سرپوش بگذارند. نگاه‌ها به ویژه در یک هفته اخیر معطوف به مشاور امنیت ملی اخراجی آقای ترامپ بود. جان بولتون بخشی از وقایعی را که طی حضورش در دولت تجربه کرده به تازگی در کتابی آورده که هنوز برای عموم منتشر نشده. نیویورک تایمز اما میگوید او در کتابش آورده که رئیس جمهوری در دستوری مستقیم از او خواسته بود کمک نظامی به اوکراین را در ازای به دست آوردن اطلاعات علیه جو بایدن رقیب انتخاباتی احتمالیش معلق کند. شهادت جان بولتون میتوانست نقطه عطفی در روند استیضاح باشد و راه برای تبرئه دونالد ترامپ را دشوار کند. حالا دیگر بعید است تا روز چهارشنبه که در سنا رأی‌گیری نهایی در برکناری یا تبرئه رئیس جمهوری برقرار است، دست‌اندازی حضور دونالد ترامپ در قدرت را به چالش بکشد. شبنم شعبانی، بی بی سی. با وجود از دست دادن قدرتشان هنوز هم در هند خانواده‌های سلطنتی وجود دارند. خاندان راجکوت هفته گذشته یک پادشاه جدید برگزیدند. در بخشی از جشن این خاندان بیش از 2000 نفر در یک رقص شمشی شرکت کردند که در کتاب جهانی گینس هم ثبت شده. گزارشی در این باره ببینید. اینها صحنه از جشن پادشاه جدیدی راجکوت در گجرات هند است. رقص شمشیر تالوار راس قسمت مهم آن بود. ماندهاتا سینگ 17th پادشاه شهر است. جوانان راجکوت یک ماه این رقص را تمرین می کردند. یک ماه برای تاجگذاری ماندهاتا سینگ تمرین میکردیم. خیلی خوشحالیم. برای چی رقص شمشیر میکنیم؟ این فقط رقص نیست. این افتخار و قدرت ماست. جوانان زیادی در این رقص شرکت کردند و موفق شدند آن را در کتاب جهانی رکوردهای گینس ثبت کنند. بیش از 2000 زن و مرد در این مراسم هنرنمایی کردند. به این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.